دست و پا زدن سیدعلی برای غالب کردن نکبت ولایت به عنوان دموکراتیک ترین حکومت دنیا. ببینید اونایی که قبل از انقلاب رو درک کردن، بعد از انقلاب درک کردن، واقعا خوب میفهمن که چقدر تفاوت هستش. من همین یه مثال کوچکش رو عرض بکنم، همین انتخابات. اصلا در قبل از انقلابات، انتخابات قبل از انقلاب اصلا انتخابات معنی نداشت، اصلا نقش مردم اینجوری نبود. الان شما نگاه میکنید، مثلا خب یه رئیس جمهور 8 سال رئیس جمهوره، بعد مردم مثلا نگاهشون عوض میشه، رئیس جمهور دیگر انتخاب میکنن بدون اینکه مثلا از بیرون کسی بر اینا فشار بیاره، تحمیل بکنه. اگه فکر کردین که این حاجی تلمبه آخر همه خالی بندی ها رو کرده، سخت در اشتباهی، چون دو جمله بعد آسی میزنه رو میز که خود خمینی هم تو قبر چاخ در میاره. این انقلاب توسط یک مرجع تقلید، یک مجتهد مسلم، یک فقیه، یک عارف، یک مفسر، یک فقیه، حرکت دار این حرکت بود، رهبر این حرکت بود که همه مردم هم دیدن، با اینکه با پادشاهان مبارزه کرد و 2500 سال پادشاهی رو از این مملکت قیچی کرد، اما خودش خوی پادشاهی نگرفت. خوی پادشاهی نگرفت؟ دیگه باید چی میگفت که خوی پادشاهی بگیره؟ نباید به خودتون بیایید که دیگه تو روزنامه‌تون این غلط‌ها رو نکنن. روزنامه‌ها میخوان که من یک وقت صدام در بیاد همشون را ببندم. آره نمیگیرید. مکرر من گفتم بهشون، چرا نمیگیرن جلو روزنامه‌ها را؟ من بگیرم جلوش را. حالا برای اینکه این حیولای عمامه‌دار رو